عرض درود و ادب خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندان، همان گونه که در خبرها شنیده اید و مستحضر هستید، رئیس دستگاه امنیتی حکومت اسلامی در گذشته میگوید که برای ایران، برای حکومت اسلامی برنامه‌هایی داشتند کشورهای خارجی و تصمیم داشتند که از طریق جنگ نرم یک تغییراتی را در حکومت اسلامی به وجود آورند. نمیخواهد فاش سازد که چه ماجراهایی پشت پرده در جریان بوده است از دیر زمان تا کنون. نمیخواهد اشاره‌ای داشته باشد با آنچه را که یکی از گروگان‌های آمریکایی، یکی از دیپلمات‌های آمریکایی وقتی که آزاد شد و وقتی که آب‌ها از آسیا افتاد و وقتی که خسارت گرفتند از پول ملت ایران و به این گروگان‌ها دادند، خاطراتش را آغاز کرد و نوشت که آمریکا تصمیم داشت که گروهی را بر سر کار آورد که همه پیشرفت‌های ایران را منهدم سازد. آمریکا دچار هراس شده بود از قدرت ایران در منطقه و از این که تصور می‌کرد اگر بیش از این اجازه دهد، ایران ما تبدیل به قدرتی می‌شود غیر قابل کنترل. بنابراین باید حکومتی را روی کار بیاوردند که نه فقط همه آن پیشرفت‌ها را منهدم سازد، بلکه ایران ما را بازگرداند به بسیار 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 گذشته، یعنی 1400 سال بازگرداند به عقب. خب اینها مسائل گذشته است، مطرح نیست، اما این مقدمه را از این نظر خدمتتون عرض کردم که پروفسور برنارد لوی یکی از اساتید دانشگاه‌های استرالیا اخیراً فاش ساخته است که تمام تشکیلات امنیتی حکومت اسلامی زیر نظر CIA اداره می شود. بله، اشتباه نشنیدید. به این شعارهای مرگ بر آمریکا توجه نکنید. اینها یک ماسکی است بر آنچه که در زیر آن ماسک می گذرد در جهان واقعیت های امروز حکومت اسلامی. همین پروفسور برنارد لوئیس که میگوید تقریبا حکومت اسلامی پاپت، یعنی عروسک، یعنی بازیچه سازمان CIA قرار دارد و اضافه میکند آقای خامنه ای نمیخواهد باور کند که خودش عامل CIA است، نمیپذیرد و تصور میکند که این خود خامنه ای است که مملکت را اداره میکند. اما این گونه نیست، بلکه بخشی بزرگی از سپاه پاسداران، تمام تشکیلات امنیتی حکومت اسلامی، بسیاری از سران حکومت اسلامی، آنهایی که زیر خیمه بیت رهبری روزگار می‌گذرانند، همه بازیچه‌های دست سازمان CIA آمریکا هستند. بدیهی است که یک پروفسوری مثل برنارد لوی نمیتواند این چنین سخن بگوید بی آنکه مدارک لازم را مطالعه کرده باشد، بی آنکه کنجکاوی‌های لازم را انجام داده باشد، بی اینکه متوجه باشد که حرفی را که میزند در سطح جهانی از چه اهمیتی برخوردار میتواند باشد. هم اوست که اون وقت تلخترین بخش مطالعاتش را یا پژوهش‌هایش را برملا می سازد. می گوید تصمیم گرفته شده است که یک ایران بزرگ و یک پارچه با مردمان هوشیار همواره احتمال این را دارد که در کوتاه مدت بازگردد به جایی که قبل از حکومت اسلامی بود و این خطرناک است.
پس باید چه کرد که از خطر یک ایران، یک ایران قدرتمند برای همیشه در امان ماند؟ اینجا یک توضیح لازم است در مورد این خطر. از کدامین خطر سخن میگویند؟ آیا ایران هرگز قصد لشکرکشی به جایی را داشته است؟ آیا هرگز به یکی از همسایگان حمله کرده است؟ در تمام طول نظام گذشته دو بار یا سه بار صدام حسین که تصور می کرد قدرت نظامیش به اندازه ایش که می تواند به خاک ایران دست اندازی کند، اندکی، عرض می کنم اندکی، یعنی به اندازه یک کیلومتر وارد خاک ایران شد و در کوتاه ترین زمان ارتش دلیر ایران در آن زمان چنان آنها را عقب راند و چنان در خاک عراق شروع به پیشروی کرد که صدام حسین شتاب زده عذرخواهی کرد و تقاضا کرد که ارتش ایران بیشتر از آن در خاک عراق پیش نرود. همین بود که در زمانی که خمینی آمد، باز به تصور اینکه تمام خلبانان ایرانی را اعدام کردند، تمام سران ارتش ایران را آنهایی که میشد روی آنها حساب کرد اعدام کردند، اینک موقع حمله به ایران فرا رسیده است. اما خطری که خدمتتون عرض میکنم، خطر تجاوز ایران به همسایگان نبود، خطر اینکه ایران بخواهد مثلا بخشی از خاورمیانه را اشغال کند نبود، چون ایران اساسا یک ایران صلحجو بود. همان گونه که با اسرائیل روابط حسنه‌ای داشت، برای فلسطینی‌ها بیمارستان‌های صحرایی درست می‌کرد، به فلسطینی‌ها می‌رسید. پس این خطر، خطر این است که قدرتی بیاید، یک قدرت ملی که مانع چپاولگری شود، مانع غارت‌های ثروت‌های ملی مردم ایران از طریق قدرت‌های استعماری شود. بنا به گفته برنارد روی، چه می‌خواهند بکنند؟ تصمیم گرفتند که کردستان را تحریک کنند به ملی‌گرایی، به استقلال‌گرایی، به وجود آوردن یک کشور مستقل کردستان. دارن فعالیت میکنن که از طریق پاکستان بتوانند بلوچستان را تشویق کنن به اینکه خودمختاری اعلام کند و حکومت اسلامی میبینید که چه میکند. این که میگوید تمام تشکیلات حکومت اسلامی زیر نظر CIA اداره میشود، از آنجای متوجه میشود که حکومت اسلامی پیشنمازان، عرض کنم که، جماعت سنت را تبعید می کند، یعنی مدام در بلوچستان نارضایتی ایجاد می کند، حکومت نارضایتی ایجاد می کند بیان که بفهمد و بداند به کدامین سمت و سو در حرکت است و از این سو این نیروهای خارجی در داخل آنجا دارن تشویق میکنن که زمان آن رسیده است که شما مستقل شوید، دلیلی ندارد که شما چسبیده به ایران بشوید، زبانتان جداست، آداب و رسومتان جداست، قدرتش را دارید، منطقه بسیار پربرکتی دارید، اما احتمالا پاکستان زیاد دنبال این کار نیست، چون میداند که چنین اتفاقی روی دهد ناگزیر بلوچستان پاکستان نیست از پاکستان جدا خواهد شد. این است که دولت‌های دیگری که نمیخواهم نام ببرم در همکاری با آمریکا در آنجا مشغول فعالیت هستند. چرا نام نمیبرم؟ برای اینکه ما روزنامه‌نگاران جهان سوم به خودسانسوری عادت کرده ایم. هر چیزی را، همه چیز را نمیتوانیم بگوییم، برای اینکه گروهی ناگهان بی آنکه بفهمند ما داریم برای وطن دلسوزی میکنیم که وطن آنها هم هست، ناگهان برنجند و ناگهان اعتراض کنند و ناگهان گرفتاری های تازهی به وجود آورند. همین اتفاق در آذربایجان یک کمی علنی تر دارد انجام می شود.
یک ویترین پرزرق و برق به عنوان جمهوری آذربایجان در برابر سر ایران، آذربایجان ایران ساختند. و هرچه رژیم که نمیداند که بازیچه دست کدامین قدرت های استعماری است، مردم آذربایجان را عذاب میدهد، در آن سوی یک ویترین پر آب و رنگ، پر زرق و برق، پر از شادی و نشاط، پر از رفاه برای مردم آذربایجان ساخته است. می روند به آن سو، به بخشی که از آنها بوده است و اکنون مجزاست، می روند آنجا، آن زرق و برق را می بینند، آن شادی و نشاط را می‌بینند و باز می‌گردند به آذربایجان خودشان و اون همه فشار و فقر و بیکاری و گرسنگی را می‌بینند و می‌گویند چرا ما نباید به آن نیمه جدا شده خودمان بپیوندیم. نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این که ایران یک پارچه باید تکه پاره شود، باید تکه تکه شود تا بتوان آن تکه های کوچک را راحت تر چپاول کرد، راحت تر. ایران ما سرزمین ثروتمندی است، اما به قول قدیمی ها این ثروت به جای اینکه قاطق نانشان شود، قاتل جان مردم ایران شده است. دل آدمی آتش میگیرد وقتی که از گوشه و کنار این خبرها را میشنود، این مطالب را می‌خواند، وقتی که در پایان جستجوهاش به این نوع مسائل برمی‌خورد، در خود فرو می‌شکند، در خود فرو می‌ریزد که چه آینده‌ای انتظار ایران ما را می‌کشد و چه خواهد شد اگر مردم ایران بیدار نشوند، اگر مردم ایران به خود متکی نگردند. از سرزمین بزرگ ایران ما، سرزمین ثروتمند ایران ما چه باقی خواهد ماند؟ تهران، قم، عراق، صحرای مرکزی، آیا در این مناطق ثروتی هست یا نفت در بلوچستان است که به طور طبیعی مانند چشمه میجوشد و روی میآید، یا نفت و گاز در آذربایجان است که استالین آنجا را اشغال کرده بود، میگفت وقتی میروم بیرون که امتیاز نفت شما را بدهید به روسیه، یا نفت و گاز در خوزستان است که انگلستان برای شیخ خزر درست کرده بود. این مجموعه را تعمد داشتم در پایان هفته، در آغاز سال نو خدمت شما عرض کنم تا ببینید و بدانید که در چه شرایطی به سر میبرید هنگامی که دنبال نان روزمره خود میدوید، دنبال مرغ و گوشت و برنج هندی میدوید. بدانید که چه خوابی برای آن سرزمین و برای ما مردم دیدند. تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. تا صبح روز دوشنبه همه شما عزیزان را به ایزد مهر سپارم. بدرود. دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران مرتباً در حال تغییر هستند؟ در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات مالی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی